در اینجا تأکیداً میخواهم بگویم که ما فساد اداری را در ادارات کشور تحمل نخواهیم کرد. و برای دفع علل پدیده شوم فساد اقدامات همه جانبه خواهیم نمود. مبارزه علیه فساد اداری در صدر برنامه حکومت وحدت ملی قرار دارد. از همین رو حکومت وحدت ملی در نخستین روزهای کاری دوسیه فساد جنجالی کابل بانک را بازگشایی نمود. در نتیجه از مجموع 987 میلیون دلار حدود 450 میلیون آن حصول شده و بقیه در حال جمع آوری است. همچنین به شمول مقروضین بزرگ عاملان بحران کابل بانک زندانی شدند. در راستای مبارزه بنیادی با فساد اداری، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ایجاد گردید. این شورا دارای 3 کمیته فرعی شامل کمیته قوانین و کمیته عدلی و قضایی تحت ریاست معاون دوم رئیس جمهور و کمیته مبارزه علیه فساد اداری تحت ریاست لویس هارنوال فعالیت میکند. حکومت وحدت ملی استراتژی ملی مبارزه با فساد را تثبیت نموده است. 5 اولویت مهم در این استراتژی ملی در نظر گرفته شده که شامل اصل رهبری سالم، شفافیت در پالیسی، مدیریت سالم مالی، استخدام شفاف از طریق اصلاحات اداری و تعقیب مجرمین از طریق نهادهای عدلی و قضایی. استراتژی مبارزه با فساد یک سند جامع و قابل تطبیق می باشد. در نتیجه کار کمیسیون تدارکات ملی بیش از 18.3 میلیارد افغانی صرفه‌جویی شده و در عین زمان از ضایع شدن حدود 50 میلیارد افغانی جلوگیری شده است. ایجاد مرکز عدلی و قضایی یکی دیگر از اقدامات حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری است. تا اکنون از میان 313 قضیه فساد اداری که به این مرکز مواصلت ورزیده است، در پیوند به این قضایا 143 تن توقیف، ممنوع الخروج و یا به ضمانت معتبر احضار سر، رها و تحقیقاتشان جریان دارد. 55 تن در پیوند به قضایای سارنوالی نظامی مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. 77 تن محکوم به جزای نقدی و حبس‌های متوسط، طویل و دوام گردیدند. محکمه استیناف این مرکز تا اکنون به تعداد 17 قضیه وارده داشته که از آن جمله 14 قضیه آن فیصله شده است. 39 تن محکوم به حبس و مجازات نقدی شدند. در لوی سارنوالی بیش از 60 سارنوال به اتهام فساد اداری بازداشت شدند. بیش از 600 قاضی به منظور مؤثریت کار تبدیل شدند. 25% کارمندان گمرکات تبدیل گردیدند و در نتیجه تلاش‌های مبارزه با فساد اداری در 6 ماه نخست سال 1396 76.5 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری گردیده که نسبت به سال گذشته افزایش 9.7% را نشان می‌دهد. حکومت وحدت ملی منابع بزرگ فساد اداری را در دوایر دولتی شناسایی و برای مبارزه مؤثر با آن اقدام نموده است. حکومت در مسیر مبارزه با فساد اداری و ریشه‌کن ساختن این پدیده توانسته است قناعت جامعه جهانی را برای حمایت درازمدت از مردم افغانستان فراهم نماید.